بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهد منكم الشهر فليصم. طاعت و عبادت ماه رمضان، آیا عبادت ها در عمل و سعی کوشش بر آن چند طرف دارد؟ بله، عبادت ها در عمل دو طرف دارد. یکم ادای عبادت ها که با موافق فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، دوم اخلاص است که آن برای الله سبحانه و تعالی باشد و از ریا حذر کند. سوال: بعضی از اقوال و اعمال ماه رمضان را ذکر کنید. اقوال و اعمال ماه رمضان خیلی زیاد است، به مثل قرائت قرآن، خواندن نمازهای فرضی و نفلی، صدقه دادن، زکات دادن، صله رحم کردن، عمره کردن، نصیحت کردن و هر عملی که الله تعالی آن را دوست می‌دارد و از آن راضی است. سوال: آیا دعای شخص روزدار اجابت شده است؟ بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دعای سه نفر رد کرده نمی شود. دعای روزدار هنگام افطار، دعای حاکم عادل و دعای مظلوم. حدیث با روایت امام ترمذی. سوال: بعضی انسان ها اعتقاد دارند که در ماه رمضان عمره کردن واجب است. آیا این سخن صحیح است؟ عمره کردن در عمر یک بار واجب است و در ماه رمضان باشد امری مستحب است. سوال: آیا در ماه رمضان عمره کردن اجر و ثواب زیاد دارد؟ بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در ماه رمضان عمره کردن اجر و ثواب حج را دارد و یا اجر و ثواب همراه من حج کردن را دارد. سوال: آیا اجر و ثواب عمره در روزهای معین ماه رمضان است؟ نه، بلکه در تمام روزهای ماهی رمضان است. سوال: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که روزدار را افطار می‌دهد، چیزی از ثواب آن کم نکرده برای افطار دهنده ثواب روزدار را داده می‌شود. حدیث با روایت ابن ماجه و ترمذی. در این حدیث مراد از افطار چیست؟ میگویند مراد از افطار کمترین طعام است، اگر چند یک خرما باشد. بعضی علما میگویند مراد از افطار طعامی است که انسان سیر شود. بعضی دیگر میگویند مراد از افطار دادن چیزی به روزدار به قدر توانایی است. سوال: آیا در ماه رمضان ختم قرآن کریم برای ما امری است که به آن میل و رغبت داشته باشیم؟ بله، در ماه رمضان ختم قرآن کریم سنت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان قرآن را با همراهی جبریل علیه السلام ختم می‌کردند. سوال: آیا جایز است که در ماه رمضان قرآن را ختم کرده به گذشتگان خود هدیه بفرستیم؟ این عمل جایز نیست، زیرا یگان صحابه یا تابعین ها این کار را نکرده اند. سوال: شخصانی هستند که قرآن را چند مرتبه ختم کرده به دیگران آن را می‌فروشند، که شخص خریدار گویا آن را به گذشتگان خود هدیه کرده باشد. آیا این عمل جایز است؟ این عمل جایز نیست، عملی غریب بوده از بدعت ها است. سوال: آیا در ماه رمضان ختم قرآن کردن حدی معینی دارد؟ ماه رمضان ماه قرآن است. هر مسلمان می تواند چقدر زیاد قرائت قرآن کند، خیر وسیع است. با همین موضوع طاعت و عبادت ماه رمضان به آخر رسید. از پروردگار می پرسیم که ما را از جمله قرآن خوانان بگرداند و شفاعت قرآن را به ما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.